الحمد لله رب العالمين قارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما على بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك شب 11 محرم شب شام غریبان فرزندان سید الشهدا و عقیله بنی هاشم و سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیه الصلاة و السلام است. امیدوارم عزاداری شما بزرگواران خواهران و برادران گرامی تا این لحظه و امشب مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشد. انشاءالله سالهای سال زنده باشید. در این عزای پسر فاطمه جهت دلخوشی اون حضرت شرکت کنید و آمدنمون بر سر این سفره معنوی توشه راهمون هم در زندگی دنیامون و هم انشاءالله ذخیره لحظات سخت و وانفسای روز قیامتمون و تنهاییمون باشه. و همینجا به عنوان اینکه شب آخر این مجلس هست تشکر از همه شما عزیزان بزرگواری که این چند شب این حقیر را تحمل کردید، هم از شما آیان محترم و بزرگوار و سروران عزیز و هم از خواهران بسیار بزرگوارمون که محبت کردن، عنایت کردن، احترام کردن از مجلس حضرت زهرا و سید الشهدا و مجلس را از خودشون دونستن و انشالله امیدواریم همیشه همین گونه باشه و از خدا میخواهیم لحظه به لحظه بر توفیقات شما در زندگی مادی و معنویتون بیفزاید. آرزوی رحمت و مغفرت میکنیم برای همه گذشتگانمون، اونهایی که دستشون از دنیا کوتاه شده، جاشون در این جمع اکنون خالی، سالهای گذشته بین ما بودن، مخصوصا اموات شهدا، اموات گذشتگان جمع حاضر و به ویژه شهدای گرانقدرمون و بالاخص امام راحل و فرزندانش. امید آن که همشون از این محفل و مجلس و از این محافل و مجالس سود ببرن و انشاءالله وسیله بشه برای نزول روح و ریحان الهی بر آنان. یه صلواتی هم عنایت بفرم. و همچنین قبل از ادامه صحبت هام و دنباله حرف هایی که باید به این مناسبت امشب محضرتون عرضه بدارم که بی ارتباط به بحث‌های گذشته هم نیست، آرزوی طول عمر و عزت برای مقام معظم رهبری داشته باشم و همچنین تشکر ویژه از سرور عزیز و گرانقدرم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجای معزی که با حرف هامون ایشون رو اذیت کردیم. امیدواریم که انشاءالله همه شما و همین بزرگوار و برادر عزیزمون آقای دکتر بهروزی لک که در جلسه تشریف دارن همه تون امشب من رو مشمول دعای خیرتون قرار بدید و از اضافه گویه هام انشاءالله دلگیر نشید و دعا کنید خداوند من رو هم به عنوان یکی از عزاداران و
روضه‌خونه امام حسین به دربارش بپذیرد انشاءالله. آرزوی بیشتر از این ندارم و دعا میکنم شما را، امیدوارم شما هم در همه موارد و مزان استجابت دعا من از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. هدیه نثار همه گذشتگان و ارواح طیبه شهدا به ویژه تقدیم به پیشگاه سید و سالار شهیدان و یاران با وفای اون حضرت، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. خب نکته ای رو من در لابلای عرائض در شبهای گذشته به تناسب که پیش آمده بود عرض کردم، ولی دیروز و امروز روز تاسوعا و عاشورا در محضر دوستانی که بودند و تشریف داشتند من یه یادآوری بکنم. علت این مطلبم این هست که امشب چون شام غریبان است و از الان و از این لحظه در حقیقت مأموریت زینب کبرا سلام الله علیها و امام سجاد شروع میشه، بی ارتباط به این مسئله نیست که انشاءالله خواهرانمون هم عنایت بیشتر خواهند فرمود در همه زندگیشون، جا پای حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب گذاشتن، از این به بعد با پی بردن به منزلت و مقام اون بزرگوار طبیعی است که بیشتر شیفته مقام والای اون حضرت میشن و انشاءالله این عشق و شیفتگی به اون بزرگوار باعث بشه دلداده او بشیم و بیشتر زندگیمون و امور معنوی و مادیمون رو به ایشون پیوند بزنیم. زینب قبل از حادثه عاشورا شخصیت ویژه‌ای داشت و بعد از عاشورا شخصیت ویژه دیگری دارد. نکته ای که عرض کردم که ارتباط این دوتا را به هم روشن میکنه، شاید بعضی از عزیزان حضور نداشتن، این بود که متاسفانه بعد از پیغمبر تحریفات در اسلام و مسائل دینی و اسلامی و در تمام زوایای این دین، چه در تفسیر کتاب الهی و چه در احکام فقهی و چه در مسائل سیاسی جامعه، متاسفانه بروز و ظهور پیدا کرد. هر روزی که از رحلت پیامبر اکرم بیشتر فاصله می گرفت، زمان و از دوران پیامبر فاصله بیشتر می شد، با کمال تأسف انحرافات بیشتر می شد و تحریفات بیشتر خودش را نشون می داد. اگر ما دوره شروع حکومت امویان را از تقریبا سال 30 هجرت بدانیم، حالا از قبلش هم خیلی ربطش ندیم به اینجا، خانوما خواهش میکنم عنایت بفرمایید. از اون زمان که در حقیقت دوران شروع حکومت امویان هست، ما هر روز شاهد انحرافات تازه تری هستیم. این انحرافات به گونه بود که زمینه قیام امام حسین را فراهم کرد و با کمال تأسف این انحرافات بعد از حادثه کربلا هم با همون شدت و حدت بنا بود و می‌خواستند و خواستن ادامه پیدا بکنه. که همینجا عرض بکنم اگر رسالت بردوش گرفته زینب و امام سجاد نبود و اگر جوشش خون امام حسین به برکت رسالتی که این دو بزرگوار و کاروان اسیر امام حسین انجام دادن نبود، قطعا امروز وضعیت دیگری ما می داشت. چنان که هنوز هم رگه های باقی مونده از اون انحرافات با کمال تأسف برای کسانی که دستشون از سفره اهل بیت کوتاه است جلوه‌گری داره. عوامل زیادی دخیل بود و در حقیقت تو اون زمان در جامعه اسلامی با کمال تأسف رواج پیدا کرده بود، ولی به نظرم میرسه این دوتا عامل در بین همه عوامل خیلی مهمتر بود. خوب دقت بفرمایید، تو زندگی ما هم مخصوصا عامل دوم، عامل اولش نه ولی عامل دوم تأثیرگذار است. بخش اولی که تلاش داشتن، خانم امشب است که میخواد رعایت نفرمایید، ما
هنوزم البته از شما ممنون هستیم، ولی لطف کنید انشاءالله برای اینکه خانم ها میدونم جاشون تنگه، جا بدید بقیه هم بنشینن اگر جا هست، جهت بهتر برگزار شدن مجلسمون و انشاءالله رعایت بیشتر از ناحیه خانم های بزرگوار. صلوات دیگر عنایت بفرمایید. این صلواتی که شما فرستادید و پشت پرده یا فکر کردن ما با 18 نفر طرفیم، فقط معلوم شد اصحاب و انصار نداریم، این صلوات حسابی خط بفرمایید. یک عامل را مرتب بهش دامن می زدن و اون جریان بیعت و اطاعت از خلیفه بود. اطاعت از خلیفه را در ردیف اطاعت از خدا و رسول بالا برده. من خیلی خلاصه سعی میکنم عرض بکنم تا بیشتر به جریان بعد از حادثه کربلا بپردازیم. در همه چیز این نکته را رواج دادن و این را به عنوان یک امر مهم قابل توجه و تأثیرگذار، فقط همین اندازه برای عمق این فاجعه بگم، مطلب را تا اونجا بالا بردن که اگر یه روزی مثلا میگفتن ما خلیفه پیغمبریم، آهسته آهسته گفتن ما با پیغمبر فرقی نداریم، اونم یه نفر مثل ما بود. به اینجا رسیدن، جریان تا اینجا آمد. کعبه را داشتن خراب میکردن، حجاج کعبه را با منجنیق داره خراب میکنه، آتش زده از بین برده. خب یه عده تحمل این ماجراها سخت بود، ما آمدیم مثلا با عبدالله زبیر بجنگیم نه کعبه را خراب بکنیم. وقتی به حجاج اعتراض کردن چرا، گفت فقط اطاعت اطاعت، ما داریم از خلیفه اطاعت میکنیم، یعنی حرمت کعبه و همه چیز در برابر اطاعت خلیفه صفر. همه جا این ماجرا. دیشب این جمله را عرض کردم، طرف میره زیارت قبر پیغمبر، حجاج میره میگه این یعنی چی که شما برید، خلیفه پیغمبر زنده است برید سراغ او. این جریان اطاعت امر شوخی نیست در امت اسلامی. دقیقا از همین ماجرا توی کربلا بهره گرفتن، تصور را از اول اینجوری آوردن که هر کس آمد به عنوان خلیفه شد باید اطاعتش کرد. دیگه سوال نکردن این کس کیه و چیه. معاویه وقتی میخواست برای یزید بیعت بگیره تردید داشت رو این ماجرا. مغیره برای تحکیم موقعیت خودش معاویه رو تحریکش کرد، گفت نه بابا بگو مردم میپذیرن. از اولم از مکه شروع کرد، یه افراد دیگه ایران به خودش همراه کرد، آهسته آهسته به قول فارسی و تعبیر خودمون قضیه رو ماسون دید نشدنیه. همین آدم که اول خود اون آقا تردید داشت اصلا مطرحش بکنه، بگم یا نگم مردم میپذیرن با این وضع اخلاقی رسوای یزید، وقتی اومد تو کار بعدن شد کسی که اطاعت بیچون و چراش بر مردم لازم میشه. وقت اینجاست که بعد امام حسین وقتی میاد مقابل اون میسته میگه معروف و منکر رو به هم ریختید، همه چی رو به هم ریختید، امر معروف دیگه نمیشه، نهی از منکر دیگه نمیشه، حدود دیگه تعطیل شده، دیگه مردم فقط به ظاهر اکتفا میکنن، گفتن تو کسی هستی که از اطاعت خلیفه خارج شد. با این کلمه خیلی کار کردن، این کلمه خیلی کاربرد داشت براشون. شما میدانید و زیاد شنیدید از وقتی اسارت شروع شد و کاروان اسیر امام حسین رو بردن تا لحظاتی که شام بود و حالا بعدش دیگه از شام به مدینه، نه مرتب به بچه های امام حسین میگفتن دختر خارجی، فرزند خارجی. که حالا دو تا منظورم از این تعبیر داشتن، امام حسین رو به یک معنا کافر میدونستن، اصلا میگفتن خارج از دینه، چون امیر المؤمنین رو کافر کرده بودن، خب معلومه بچه هاشم کافر. و یه جریانش این بود که نه، اینها از اطاعت خلیفه سرپیچی کردن، جزای کسی که از اطاعت خلیفه سرپیچی کنه غیر از این نیست. ما شاهد تو این ماجرا خیلی فراوان داریم. نمونه های زیادی در تاریخ آمده از بحث اطاعت خلیفه و این که خلاصه به تعبیر ما این عنصر چقدر به کمک اینا اومد.
حقیقتا باور میکردن، اگر یه حدیثم اینور اونور جعل میکردن میساختن، یا الله دنبالشان میگرفتن. بودن ابو هریره ها، بازارشون رواج داشت، سر کیسه باز معاویه و بعدا هم اونجا که لازم بود خرج میکردن، با یک 400 هزار درهم یه حدیث درست میشد، با 100 هزار درهم یه حدیث، بسته به قیمت اون مطلبی که میخواست باشه که چقدره. جا افتاده 50 سال بعد از پیغمبر، یعنی نزدیک به یک نسل از پیغمبر بیشتر گذشته. خب یه همچین ماجراهایی وقتی اتفاق افتاده، الان یه آقا اومده نشسته به عنوان خلیفه مسلط شده، دیگه ما در برابر او چه بگیم جز این که فقط اطاعت کنیم، فقط اطاعت، فقط اطاعت. بنا داشتن چنین کاری صورت بگیره. این تو کربلا خیلی رواج داشت. وقتی حضرت مسلم آمد توی کوفه با ابن زیاد روبرو شد، گرفتن حضرت مسلم را بردن پیش ابن زیاد، اولین جمله‌ای که خطاب کرد به مسلم گفت یا شاق شققت اصل مسلمین، ای نافرمان، ای کسی که از راه امت راه تو جدا کردی، از راه مخالفت، همه مردم دارن این حرفو میزنن، تو چی میگی اینجا؟ باعث شدی اختلاف افکنی کنی میان مردم، امر معروف شده اختلاف افکنی، نهی از منکر اسم اختلاف افکنی به خودش میگیره، مسلم شده تفرقه گر. بعدم حالا تهدیدها رو بذارید کنار، اونایی که میترسیدن من کناری میگذارم، ولی همین که به مردم میگن آقا یه نفر آمده بینتون تفرقه ایجاد کنه، میگه آقا یالا حسابشو برسی، برای مردم دیگه راحت بود پذیرش این معنا. این نکته اول، خیلی داستان تو این زمینه فراوانه. اما نکته دومی که خیلی سخت بهش میپرداختن و تا مدت‌های فراوانی این ماجرا بود، الانم در مکتب متاسفانه برخی از مکاتب امروزی مسلمان‌ها این هنوزم از جهت تفکری رواج داره، تفکر جبریگری و به تعبیر دیگه طرفداری از این معنا که هر چی که الان داره سرمون میاد اینو خدا خواست. معاویه این طرز تفکر رو آورد، میگو آه من اومدم به عنوان خلیفه شدم، علی کنار زده شد، بر شما مسلط شدم، این تقدیر الهیه، هر چی بخواید در مقابل من حرف بزنید مقابل تقدیر الهی وایسادید، حرف نزنید با من، من باید بر شما مسلط باشه. همه این کارها رو به خدا نسبت میدادن. من یه جمله عرض کنم در باب تقدیر در اینجا، البته ما همه معتقدیم هر چیه مال خداست، اما معنی تقدیر این غلطی که معاویه میکرد و امثال اونها نیست که ما نتونیم راجع به زندگی خودمون و ماجراهای زندگیمون تصمیم بگیریم. تقدیر الهی معنیش این نیست که من برم چشمم ببندم برم وسط خیابون یه ماشینم بیاد بزنه اسمش بشه تقدیر الهی، و اگه چشمم باز میکردم تقدیر من چیزی دیگری بود. بنشینیم پشت ماشین حواسمون رو جمع نکنیم، سرعت اونچنان بریم، رعایت قانون نکنیم، بعدم بگیم تقدیره. من همینجا عرض کنم برای خواهران و بزرگوار، بیشتری مسئله توش ممکنه رواج داره، خیلی از وقتا خیلی از کارا رو میکنیم، مثلا یه ازدواج صورت میگیره، دختر و پسر تحقیق نمیکنه نسبت به هم دیگه، یه ازدواج خوب در نمیاد، چاره ای نداریم خودمون رو قانع کنیم جز اینکه بگیم تقدیر این چنین بوده، درست کار نکردیم، درست فکر نکردیم، به نام تقدیر خدا قلمداد میکنیم. در واقع بی کفایتی خودمون، بی توجهی خودمون، دور اطراف را خوب نپاییدن، این را حساب تقدیر الهی روش میذاریم. البته بحث قضا و قدر بحث مهمیه، جاشم الان اینجا نیست، ما معتقد به این هستیم، ولی معنی قضا و قدر این نیست که ما هر جور تسلیم باشیم، اصلا و ابدا. خدا خودش گفته، خودش به ما دستور داده، شما کارتو انجام بده منم کار خودم رو میکنم، ما کاریم این وسط، انسان تو این وسط کاره هستی، پس هنر انسان بودن چی میشه؟ به اسم این که از ما کاری ساخته نیست بنشین کنار. معاویه این طرز تفکر رو مرتب لحظه به لحظه تصمیم داشت و اینا فراوون جا انداخته بود که تا مدت‌های فراوانی مخصوصا این جریان تو حادثه کربلا، من حالا نمونه‌هاشو نشونتون میدم.
موارد فراوانی از این قضیه. وقتی می اومدن مسلح، حجاج وقتی میاد میگه من تقدیر الهی هم بر شما مسلط باشه، محکومید به این که حرف من رو اطاعت کنید. ابن زیاد همین گونه. حالا بعضی از ماجراهاش دقت بفرمایید. تا اون وقت تلاش حضرت زینب و امام سجاد به عنوان این که ما شام غریبان فقط برای زینب گریه نمی کنیم، حضرت زینب اگر اسیرم هست، شیر اگر در زنجیر هم باشد شیر است، فرقی نمی کنه. او شجاعتش از دست نمیده، اسیر هست ولی مغلوب نیست. از خیال میکنه حال که اسیر شد دیگه مغلوبم شده، نه، کاروان امام حسین اسیر شدن اما مغلوب نشدن، مقهور نشدن، تسلیم نشدن. چون حالا اسیر شده حرف دشمن، نه، وارد مجلس ابن زیاد کردن. اولین جمله ای که به حضرت زینب گفت، من یه شب این جمله رو گفتم، حالا اب نداره بازم عرض کنم چون خیلی ارزشمنده. اسرا رو وارد مجلس کرده بودن، زینب بعد از همه وارد شد ولی هیچ اعتنا نکرد به این که اصلا این مجلس چیه. او کار خودشو کرده، خیلی هم ترتیب داده چنین و چنان. وقتی که حضرت زینب وارد شد بی اعتنا، حالا ابن زیاد خب لابد یه جورایی تصورش این بود میاد مثلا حضرت زینب با یه حالت جزع و فزع و بیتابی، زن مسلمان، مسلمان اینه، با تعجب پرسید من هذه المتکبره، کی این زن متکبره وارد مجلس شد؟ اصلا اعتنا نکرد کی اون بالا نشسته. جالب اون جواب دهندم، حالا به هر دلیل یا جدی میخواست بگه یا عنایت داشت، گفت هذه زینب بنت علی، مخصوصا نام علی رو میبره چون تو کوفه نام علی یه جور دیگه است با مردم. اووردن نام امیرالمؤمنین مخصوصا ابن زیاد بیشتر به لجاجت با میداره و دیگرانی را که این از همون سرچشمه سیراب شده، زبان همون زبانه، کلام همون کلامه، منش و روش همون منشه. زن مسلمان اینه، مصیبت دیده زینب، بالاتر از این نمیشه. طبق آمار تو کربلا 22 نفر از بنی هاشم شهید شدن که همه اینا فامیل حضرت بودن دیگه. میدونید 5 تا برادر فقط تو کربلا از دست حضرت زینب، 2 تا بچه های خودش از دست داده، برادرزاده هاش به جای خودش، فامیلایی که بودن همه اینا تو کربلا. برای یک زن این مصیبت چقدر سخته. حالا سوء استفاده دشمن، ببینید مأموریت حضرت زینب، مأموریت زینب نیست که فقط اونجا گریه کنه اشک بریزه، اشک هم میریزه. خاص به قول خودش ابن زیاد حضرت زینب رو یه جوری بکوبه. ببینید چه جمله بی ادبانه، گفت الحمدلله الذی فزحکم و قتلکم و اکذب احدوستکم، سپاس اون خدایی که شما را رسوا کرد و شما را کشت و دروغتون را برملا کرد. تو همین یه جمله کوتاه چند تا شیطونی بیمعنی. اول اینکه غلطکاری خودشو به خدا نسبت داد، خدا این کارو که ما کارایی نبودیم تو کربلا، برادر تو باید کشته میشد، خدا خواست کشته شد، بنابراین به ما خورده نگیر، فردا نری ما رو بدنام بکنی. و نکته دیگری که تو اینجا بهش مخصوصا میپردازه، یزید قبلا بهش پرداخته، دیگران هم قبلا بهش پرداختن، تلاش بر این بود مقام و منزلت پیغمبر را بعد از پیامبر توی جامعه دینی و اسلامی اون روز پایین بیارن. هی آهسته آهسته پایین آوردن. یه فرد عادی الان براتون عرض کردم، گفت مثل من میمونه، تا اونجا که اصلا گفتن وحی و خبر یعنی چی؟ یعنی حرفشون این بود احدوسه، یعنی اون چیزی که شما ادعا میکردید دروغ از آب در اومد. یه جورایی تو ذهن مردم میکنه که اگر شما با خدا ارتباط داشتید چنین بودید، پس چرا اینجوری شد؟ ببینید چقدر منحرفان است. من و شما گاهی خانم خوب گوش کنید، یه وقت مثلا دیدیم یه کسی به بلا و مصیبتی، ما اصلا زندگی رو درست نشناختیم، به بلا و مصیبتی کسی مبتلا میشه، میگیم ای فلانی که اینقدر نماز میخونه و با خدا بوده چرا اینقدر
بلا و مصیبت سرش میاد. خیال میکنیم خوبی آدم به اینه که تو دنیا بلا و مصیبت نمیره، اتفاقا به عکسش. هر که در این در مقربتر است جام بلا بیشترش میدن، چون این بلا نیست. اونا اینجوری تصور میکردن، ازا به تعبیر خودشون خیال میکردن داره حضرت زینب بهش بدی میشه، خدا دوستشون نداره. این که میگن ما اینقدر مقرب درگاه بودیم، خاندان نبوتیم چنین و فلان، نه. حضرت زینب چی جواب میده؟ خیلی خلاصه ولی میکوبه او را. الحمدلله الذی اکرمنا بنبوت نبیه محمد صلی الله علیه وسلم. سپاس اون خدایی که ما را کرامت بخشید، بزرگی بخشید، با اینکه نبوت را در خاندان ما قرار داد و پیغمبر مال ماست. بعدم میگه و اما اینکه گفتی رسوایی، و انما یفتزه الفاسق والفاجر یا الفاسق والکاذب و هو غیرنا. رسوایی مال ما نبوده، رسوایی مال آدمای دروغگو و اونایی که فاجرن تو جامعه، فسق و فجور را انداختن، اونم ما نیستیم. هم خطاب به اون نمیکنه که بیشتر از این لجاجت کنه، و هم اون حرفی که باید بزنه میزنه. دید اینجا تیرش به سنگ خورده، رفت سراغ جمله بعدی، همونی که عرض کردم تو ذهن افراد میاد، حرفاتون دروغ بود، خدا هر روز داره بلا سرتون میاره. کیف رأیت صنع الله با اخیک الحسین، دیدی تو کربلا خدا با شما چه کرد؟ اینجا مهم این نکته است. این جملهش زیاد شنیدید، فقط این نکته که من دارم عرض میکنم باید بیشتر توجه کنید. گفت خدا تو کربلا با شما چه کرد، نمیگه ما. اینا همش حرف انحرافیه داره میزن. زینب اینجا چون او بیشتر بنا داشت از این جهت وارد بشه که حضرت زینب را از جهت عاطفی تحت تأثیر فرمود، ما رأیت الا جمیلا، من تو کربلا بد ندیدم. مهمترین فلسفه زینب تو زندگی اینه. من عرض بکنم یه شب تو لابلای حرفان بود، خانم بزرگوار خوب گوش کنید، میگردن تو دنیای امروز دنبال فلسفه‌ای که بتونه بهترین زندگی رو برای انسان هدیه کنه. امروز از جهت روانشناسی و فلسفه یه تعبیر دارن، میگن ما زندگی بدون رنج نمیتونیم داشته باشیم، زندگی پر از رنجه، ولی هنر یک دین و مکتب اینه که بتونه این رنج رو معنادار بکنه. اینه اگر ما بفهمیم رنجی که میکشیم فایده داره، دیگه برامون رنج بد نیست. دیدید ما یه داروی تلخ رو میخوریم، چرا میخوریم؟ با اینکه تلخه، اما میدونیم این داروی تلخ پشت سرش سلامتی است. خودمون به استقبال داروی تلخ میریم، میفهمیم چرا. فلسفهش برامون معلوم بشه استقبال میکنیم. زینب این رو میفهمه. این که ما بسیاریمون هنوز نتونستیم خیلی مسائل رو هضم کنیم، همچه که کمترین مشکل پیش میاد خودمون رو میبازیم، برای همینه هنوز این حقیقت رو در نیافته ایم. رضا قرآن کریم از مثل آدمای نام میبره که ظرفیت چون خیلی زیاد نیست. میگه بعضی از آدما اذا مسه الخير منوعا، خیر بهش میرسه به دیگران نمیده، همش میخواد برای خودش نگه داره. و اذا مسه الشر جزوعا، همچه که یک کمی سختی و مصیبت داد و بیدادش به هوا میره، دیگهش سر میره، نه قدرت اونوری داره نه قدرت اینوری، برای هر دوش مشکل داره. در حالی که نیست ظرفیت انسانیت این. زینب همه ظرفیت انسانیت تو اینجا نشون داده، ضمن اینکه جواب اونم داده. ها اولاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مواجعهم. یعنی اگر فرض خدا هم خواسته باشه، خدا خوب چیزی رو خواسته، گرچه جواب قبلا داده اما اینجا جور دیگه جواب میده. خدا خواسته بود اینها نه مفت بمیرن، مردن که باید باشه، اما اینجوری باید بمیرن، مردنی که حالا تو هم از سرش میترسی، از اینکه بچهش لب باز کنه حرف بزنه میترسی، از این که فاطمه بنت الحسین تو مجلس ابن زیاد حرف بزنه تنش میلرزه. دید از زینب از ایشون ناامید شد، رفت سراغ امام سجاد. باز ببینید جریان رو.
رو کرد به امام سجاد گفت اسمت چیه؟ گفت اسمم علی ابن الحسین. به جمله ابن زیاد دقت کنید، گفت مگر علی ابن الحسین را خدا در کربلا نکشت؟ باز اینجا عین اون جمله را اصرار داره روی این نکته که تکرار بکنه. امام یه جمله قشنگ گفت کان لی اخون اکبر منی قتله الناس، من یه برادر بزرگتر از خودم داشتم، مردم کشتنش. هم خودشو معرفی کرد، هم اشاره به اون بزرگوار هست علی اکبر، و هم این که اشتباه نکن. گفت جواب منو میدی؟ همونجا دستور داد، حالا اینجا دیگه مفصل تاریخ، که عصبانی شد از این جمله، خواست حتی امام سجاد رو هم بکشه، که دیگه پادرمنه حضرت زینب و ناراحتیشون اجازه نداد. یه سری هم خود به خود نگذاشتن، مجلس به هم ریخت، دیگه منصرف شد از این کار. ما همه جا شاهد این هستیم، همه جا شاهد این ماجرا. هر جا شما میرید تو ذهن مردم این چنین کرده بودن. امام سجاد و حضرت زینب تلاششون در تمام این سفر همین بود. حضرت زینب توی بازار کوفه با مردم حرف میزنه، اون یه سخنرانی همون تو بازار کوفه که به تعبیر اون شخصی که ناقل این حدیثه میگه، من یه لحظه احساس کردم علی زنده شده داره با ما حرف میزنه. سخنانش از سخنان علی چیزی تجاوز نمی کرد، زبان علی در کام بود. در واقع از همون لحظه مردم شروع کردن اشک ها جاری، البته پشیمان شدن، اما دیر پشیمان شدن. اما نقطه توابین و قیام توابین و اینکه بعدها ماجرای انتقامگیری از شهدای کربلا شروع شد با سخن حضرت زینب بود. این همون کوفه بود که تا دیروز ابن زیاد داشت توش شرین و چنان میکرد، جولان میداد. یه سخن زینب زیر رو کرد او را. او مأموریت داره. شما میدونید یک کسی اگه بخواد حرف بزنه، سخنرانی بکنه، مثل ما دو کلمه حرف بزنن به هم میریزیم. یه زنی با این همه مصیبت این قدر مسلط سخن بگوید، تاریخ سراغ نداره. فقط ایمان زینب میتواند و بس. این جمله رو عرض کنم و عرضم تمام. تو شام ماجرا بدتره. یه تاریخچه کوچولو از شام براتون بگم. شام از اولی که با اسلام آشنا شد از کانال معاویه ها آشنا شد. جریان از این قرار بود، برادر بزرگتر معاویه یعنی یزید ابن ابو سفیان از طرف خلیفه اول رفت به عنوان فتح شام، که البته در زمان خلیفه اول نشد، در زمان خلیفه دوم فتح شد. منتها این فتحشون طول کشید، این لشکرکشی بود همینجور. یزید به مرض طاعون مرد، یزید پسر بزرگ ابو سفیان. همون زمان خلیفه دوم اونو منصوبش کرد به عنوان فرمانده لشکر، معاویه رو به عنوان فرمانده جانشین او در شام. رفتن او در شام همونو برای همیشه در شام. از روزی که مردم آشنا شدن با اسلام از طریق این بابا آشنا شدن، دیگه قاعدتاً فکر میکنم باید با زندگی که کم و بیش از معاویه سراغ دارید و سراغ داریم، بدونیم این مردم چه تفکری باید داشته باشه. مردمی که گاهی چیزای عجیب غریبی ازشون نقل میشه که کم و بیش شنیدید، برای مزاح و رفع خستگی یکیش بد نیست، آمد اون مرد عراقی نز طرفداران امیر مؤمنان در شام، یه مرد شامی چسبید به شتر او، گفت این ناقه مال منه، هی زور میزد مال منه. رفتن پیش معاویه، معاویه قضاوت کرد، گفت یالا رد کن اینو بره، مال اینه. اون هی داد میزد، میگفت این ناقه مال منه. گفت بابا این ناقه نیست، این جمله، او شتر نر و مادرم، تو فرق نمیذاری. معاویه یواشکی خواستش، گفت من میدونستم مال اونیست، ولی میخواستم حرفش زمین نمونه، تو پولش رو تو بگیر، ولی برو به علی بگو با یه مردم میسراغت میگه که بینش تو نر و مادرم فرق نمیذاره، هر چی من بگم همونه. واقعا هم همینطور بود، یه همچین مردمی بودن دربست در اختیار معاویه، همه چیز رو به او سپرده بودن. حالا تصور کنید اهل بیت امام حسین وارد یه همچین فضایی میخوان بشن. مأموریت امام سجاد و حضرت زینب اینجا خیلی سخت و مشکله. یه نمونش اینه،
سرها رو وارد کردن، اهل بیت دارن وارد میشن، یه پیرمردی اومد جلو و امام سجاد، خب ظاهرا مرد قافله ایشونه دیگه، روبروی امام وایساد، گفت الحمدلله الذی نصر امیر المؤمنین یزید، شکر خدایی که امیر المؤمنین یزید رو پیروز کرد و شما را ذلیل و خوار کرد. این هم حرفش رو زد، همون حرفی که به خردش داده بودن. کار کار خداییست، یک گروهی رو داریم میاریم، این گروه به عنوان اسیرن، خارج از دینن، آشوبگرن، مردم بیاید استقبال با پایکوبی و رقص. امام گفت بیا جلوتر کارت دارم. گفت پیره مرد قرآن بلدی؟ گفت بله، درس داده امام سجاد به هممون. گفت تا حالا این آیه رو تو قرآن خوندی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة في الغربا. گفت بله خوندم آیه را. گفت بلدی اینا کیا هستن؟ ایزاو الغربایی که قرآن میگه. گفت نه نمیدونم. باز فرمود قرآن خوندی؟ و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. گفت بله خوندم. گفت کیا هستن اینا؟ گفت نمیدونه. گفت قرآن خوندی؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. گفت بله خوندم، بلدم این آیه را. گفت نفهمیدی اهل البيت کیا هستن که قرآن میگه؟ گفت نفهمیدم. گفت اونا ما هستیم، اشتباه حالید کردن. گفت شما اهل بیت پیغمبرید؟ بله. کی هستی شما؟ این کاروان چیه؟ این سرها چی میخواد بگه؟ همه چیز به هم ریخت، یعنی اون معادله که یزید برای خودش ترتیب داده بود. این مرهون خدمات زینب و سید الشهدا است. یزید بعد از ورود اهل بیت به شام مجبور شد مرتب ولو به حسب ظاهر پرهیز کنه از این قضیه. هی میگفت خدا لعنت کنه پسر مرجان، من راضی نبودم که امام حسین چنین بشه. یه خطبه امام تو مسجد شام خوند، اون یه خطبه برای همیشه 40 سال معاویه رو، معاویه در واقع 40 سال توی شام بود، 20 سال فرماندار، 20 سال هم خلیفه، یه سال هم بود که حالا یزید بود، ولی این هرچی تو 40 سال درست کرده بود تمام شد. اونجا امام خیلی حرفا رو زد، گفت مردم بد بهتون حالی کردن، اعطی ناب سب و فضل ناب سب، میدونی ما کیا هستیم؟ پیغمبر مال ماست، حمزه سید الشهدا مال ماست، کی مال ماست، کی مال، همه اینا مال ما. اگه تو اسلام افتخاراتی شنیدید و به گوشتون خورده، اینا همش از ما سرازیر شده. میدونیم ما چی داریم؟ علم و حلم و شجاعت و سماحت و بزرگواری و فصاحت و همه اینا، محبت در قلوب مؤمنین مال ماست. بعد امام شروع کرد حرفا رو زدن. دو بخش امام اونجا حرف زده، یک خودش معرفی کرده، تازه مردم فهمیدن با کی طرفن. نکته دوم عمق فاجعه کربلا را اونجا امام گفت، که اگر کسی میخواد بفهمه تو کربلا چی شده، بخشش از زبان امام سجاد که خودش شاهد حادثه بوده. خب مردم عرب بالاخره یه سری چیزا رو میفهمیدن، انقدر نافهم و کجندیش نبودن، جنگم تو عرب خیلی زیاد بوده، اما دو نکته را عرب رعایت میکردن، جنگم میکردن ولو خیلی جنگای بدی بود، اما مرد بودن به زنها تو جنگ کاری نداشته. این جهت تو جنگهای عرب ها مرسوم. این که بیان آب ببندن یا حرکات اینجوری یا سر ببرن، این حرکت به این شکل هم نبوده، اولین بار تو اسلام از دست این بابا اتفاق افتاد. لذا امام اونجا میگه ان ابن من قتل عطشانا، اون آدمی که لب تشنه و بناس کشته بشه، چرا اینجوری؟ ان ابن من قتل صبرا. تو عرب میدونید معمولا جنگ ها تن به تن بود، یا اگرم حالا یه جورایی گاهی حمله و هجوم و قتل و غارتی بود، خود همونا مضمون بود. اما یه نفر در مقابل این همه افراد از هر طرف نیزه و شمشیر بزنن، این سخت بود. امام سجاد و حضرت زینب در تمام لحظات سعی و تلاش داشتن نگذارن خون سید و شهدا پایمال بشه. واقعا سر نی در نینوا میمان، اگر زینب نبود کربلا در کربلا میمان، اگر زینب نبود.
امشب شام قریبان امام حسینه. من فقط همی ارزام از این چند جمله عرض ارادت و تاریخ که شاید برای بسیارتون تکرار بود، فقط این بود که مبادا به زینب به این دید نگاه کنیم که فقط اشک میریخ، گرچه زینب اشک هم میریخ، گرچه زینب به حدی حزن آور زندگیش که شاید برای احدی تو دنیا این اتفاق نیفتاده. زینب امشب یک طرف باید پرستاری بیمار رو بکنه، امام سجاد حجت خدا بنا به مصلحتی موقتی بیماره، حفظ جان امام معصوم به عهده زینب کبراست، چون او نماینده امامه، امام حسین اهل بیت دست او سپرده، ودای امامت به او سپرده. حضرت زینب باید بچه های برادر رو خوب نگهداری کنه، اینا امانت های برادرشن، باید برسونه سالم به مدینه. و از حالا حسین دوم که هرچند زینب معصوم نیست، اما نام او به خاطر عظمتی که داره تالی تل و معصوم همیشه برده میشه، باید کارشو شروع کنه. و چه زیبا شروع کرد و چقدر زیبا به اتمام رسون کارش رو حضرت زینب. این مأموریت ها سخت بود برای اون بزرگوار. رضا خود امام سجاد میگه من دیدم عمم شب 11 محرم نماز نافله شبش رو نشسته میخون، یعنی عبادت و نیایشش که ترک نمیشه. دیشب رو سید الشهدا گفت نصلی لربنا اللیل، شیعیان امام حسین، زن و مرد بزرگواری که همیشه برای امام حسین اشک ریختید، امروز هم چه زیبا همیشه به سر و سینه زدید و میزنید و چقدر زیبا در این کشور نشون دادید. ما حسین رو به هیچ قیمتی از دست نمیدیم، اما تو کارامونم یادمون نره. حضرت زینب نماز نافله شبش رو نشسته. من یه جمله اینجا بگم، حیفم میاد نگم، امام وقتی میخواست حضرت زینب جدا بشه، خواهرها خوب گوش میکنید، خیلی سفارشو کرد، حرفش زد، یه جمله امام حسین به حضرت زینب گفت، گفت خواهرم زینب لا تنسینی فی نافلت اللیل، مرا تو نماز شبت از یادم نبر. کیه زینب واقعا؟ چیه زینب واقعا؟ امام معصوم هرچی امام حسین داشته به خدا داده. اولا اونجا چقدر سخته که امام هنوزم میگه، هنوزم میگه هرچی بیاد کمه. بعد زینب چه منزلتی دارد و چقدر درجهش بالا که امام معصوم به او میگه تو نافله شب از یاد نبر. ما یه همچه الگوهایی داریم، قطعاً با داشتن اینا سراغ هیچ کس دیگر و هیچ چیز دیگر رو نباید بگیریم و نمیگیریم. دنیا چی داره معرفی کنه به ما؟ مکتبای دیگه چی دارن که معرفی بکنن؟ اون چه میخواهیم در این مکتب هست و انشالله به هیچ قیمتی حاضر نیستیم اونها را از دست بدیم و با چیز دیگری معاوضه بکنیم. اما امشب شب سختی بود برای زینب کبرا. خواب زینب تعبیر شد امروز که همه اون چه که زینب تکیگاهش بود با رفتن حسین از دست رفت. اما همه این مأموریت‌ها یک طرف، دل زینب تو گودال قتلگاه، لحظه به لحظه دنبال حسین میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. این دل همار دارد حال و هوای زینب، امروز دلم گرفته از غصه های زینب، از بین آتش و دود آید صدای زینب.
گدای زینب، جانم فدای زینب. از کربلا به کوفه، از شهر کوفه تا شام، بگذاش تازیانه پا جای پای زینب. پیراهن حسینش از او جدا مسازی، پیراهن حسینش از او جدا مسازی. این تحفه یادگاری مونده برای زینب، خدا زینب چه کند با این همه درد و بلا. خودشون خواستن ما را از کنار قتلگاه عبور بدید، یه بار دیگه عزیزانمونو ببینی. زینب خودش فرمود ما همه آمدیم، هر کس خودشو پایین انداخ از روی شطر، آیه جسدی رو بغل کرد، داره راز و نیاز میکنه و حرف میزنه. میگه ما غافل شده بودیم ولی امام سجاد را نگذاشتن پیاده بشه. میدونید چقدر سخته عزیزش مقابل دیدگانش، نگذارن آخرین ودا رو باش انجام بده. پای امام رو زیر شکم شطر بستن، از این اسیر میترسن. زینب میگه یه وقت نگاه کردم به امام سجاد، دیدم داره زل زده نگاه میکنه به جنازه بابا، اشک جمع نمیاد، ترسیدم امام غالب تهی کند، از غصه دق کند. یه وقت داد زدم یا بقیت الماضین تجود و به نفسه، گفتم برادر زاده با دل زینب چه می کنی؟ دیگه من طاقت ندارم، این همه داغ بسمه. میگه یه وقت دیدم بغض امام باز شد، صدا زد عمه میبینی عمر صد کشتهای خودشو دفن کرده، بدن بابای من زیر آفتاب سوزان است. زینب آمد کنار پیکر برادر، میخواد خدا حافظی کنه. آی آخ ای شهدا، مثل ورق پاره های قرآن، اما حال هوای زینب با بدن برادر چیز دیگری است. ای مصحف ورق ورق پاره پیکرم، آیا تویی برادرم؟ نیست باورم، با آن که یک عمر در کنار تو بودم، نشناسمت کنون که تو باشی برادرم. آخر روایت داره حضرت زهرا آمد زیارت حسینش در روز عاشورا و شب یازدهم محرم. ای شعرم با همون حال هوا گفته شده، هی حسینشو میبوید زبان حال زینب. اینه حسینم، مگه مادرم به دیدارت آمده؟ دیشب کنار پیکر پاکت چه میگذشت؟ این خاک ها دهد هنوز بوی مادرم. اجازه بدید بگم، زینب تر کرد کربلا را، اما دلشو کربلا گذاشت. اومد کوفه، کوفه تا شام، شام برگشت مدینه، اما دیگه مدینه بدون حسین برا زینب چه صفایی دارد؟ اینجا از ام کلثوم وقتی میخواستن وارد مدینه بشن، دو سه تا شعر خونده. مدینه تو جدنا لا تقبلینا، فبالحسرات والاحزان جئنا.
خرجنا من کبل اهلین جمن و جئنا لا رجال ولا بنینا. صدا زدای مدینه مدینه مرا نپذیر آخه ما بدون حسین آمدیم. مدینه کاروانی سوی تو با شیون آوردم، رها آوردم بود اشکی که دامن دامن آوردم. آی مدینه وقتی که رفتم یک گل از دان گل بردم، اما از اون گلا دیگه چیزی باقی نمونده. حق داری از من بپرسی حسینو چی کردی؟ اینجا بود امام دستور داد بیرون مدینه ایستادن. به بشیر گفت برو بگو کاروان امام حسین آمده. یه پرچم سیاه به دست گرفت، کم و بیش خبر به مردم مدینه رسیده بود. اومد کنار مسجد پیغمبر، صدا زد یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین به کربلا فادمعی مدرارو. آی مردم مدینه دیگه تو خونه ها نمونید، حسین را در کربلا کشدن. آمدن همه ای پرسیدن زن و بچه ها کجان؟ راهنمایی کرد بیرون دروازه مدینه. اومدن مردها سراغ امام سجاد را گرفته، آمدن مردها سراغ زینب را گرفته. رفتن اما زینب را نشناختن. ام البنین میگه دخترم، گفتن زینب اینه. آخه ای زینب اینقدر پیر و قد خمیده نبود. مردم مدینه یه سوال داشتن، زینب تو که از حسین جدا نمی شدی، اگر تو زینبی پس کو حسینت، اگر تو زینبی کو نور عینت. السلام علیک یا ابا عبدالله. عجایب آقای.